بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی رسال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. امیدوار هستم هر جایی که هستید شاد و صحت و سلامت بوده باشید. الله متعال را سپاسگزار هستیم که باز هم برای ما فرصت عنایت نمود تا با قسمت جدیدی برنامه قلب آسیا بعد از یک وقفی که در خلال ماه مبارک رمضان داشتیم خدمت شما عزیزان و سروران برگردیم. عنوان این قسمت از برنامه های قلب آسیا را گذاشتیم دزدان سرمایه ملت. بدون شک اگر به صفحات اجتماعی کاربران افغان نظری بیاندازیم و حتی به رسانه های افغانستان اگر ما نظر اندازیم، معنای این عنوان را پی میبریم که کیها هستند سرمایه ملت ما را دزدیدند و یا میدزدند. یک بخش از این قسمت برنامه ما که دزدان سرمایه ملت هست ارتباط میگیرد با حرف های آقای روحانی رئیس جمهور جمهوری ایران که روزهای گذشته در یکی از محافلی که در تهران برگزار شده بود در مورد گرد و غبار، در آن جلسه با صراحت آقای روحانی گفت که ما در قبال احداث و اعمار بندهای که در افغانستان خصوصا در جنوب و جنوب غرب این کشور اعمار شدن در این اواخر، مثل بند کجکی و کمال خان و سلمان و غیره، گفت در مورد این بندها و احداث این بندها ما بی تفاوت نمیمانیم. این حرف های آقای روحانی عکس العمل جدی افغان ها را با خود داشت. برابر است که دولت مردان افغانستان باشند و یا هم کاربران صفحات اجتماعی مثل فیسبوک، تویتر و غیره، در تمام این صفحات وقتی که ما عبور می کردیم یا مرور بکنیم واکنش تند و تیز افغان ها را در قبال حرف های آقای روحانی می بینیم و مشاهده می کنیم. این عکس العمل کاربران صفحات اجتماعی فیسبوک دولت افغانستان را هم مجبور کرد که ارگ ریاست جمهوری در این مورد واکنش نشان دهد، وزارت انرژی و آب و برق افغانستان واکنش نشان دهد و همچنان پارلمان افغانستان نیز در روزهای گذشته حرف های آقای روحانی را مداخلات واضح در امور افغانستان عنوان کردند که تمامی این واکنش ها و عکس العمل ها در نتیجه واکنش و عکس العمل های جوانان افغان بود که در صفحات فیسبوک و تویتر و غیره عکس العمل نشان دادند و در قبال حرف های آقای روحانی خشم خود را ابراز کردند. بخش دومی که این یک نوع دزدی سرمایه معنوی این ملت است که میخواهند در این سرمایه ملت که آب هست این را از ما بگیرن یا قطع بکنن یا در مورد این مداخلات داشته باشند. دشمنان دیگری هم ملت ما دارند که سعی میکنن سرمایه های معنوی این ملت را از آنها برو باین، که سرمایه معنوی هر ملت ایمانش هست، مقدساتش هست، باورهای دینی او ملت است. در این مورد هم یکی از استادان دانشگاه کابل که به نام احمد ضیاء رفعت فکر میکنم کتابی از ایشان، کتاب شیری از ایشان که نشر شد به عنوان رفتن رسیدن نیست، متاسفانه این استاد دانشگاه کابل در این کتاب شعری خود مقدسات افغان ها را هدف قرار داده بود که باز هم از طرف علمای افغانستان، از طرف جوانان افغان در صفحات اجتماعی فیسبوک و تویتر و غیره با واکنش تند روبرو شد. در قبال این سرمایه نیز ما صحبت های خواهیم داشت. مهمانان ما در این دو مورد از افغانستان با ما خواهند پیوست. در آغاز ما میخواییم روی موضوع حرف های آقای روحانی صحبت داشته باشیم. برای صحبت روی این محور برنامه ما استاد محمد محمدی رئیس امور پالیسی و استراتژی اجتماعی جهانی جوانان
از کابل افغانستان با ما روی خط هستند که با آقای محمد محمدی صحبت میکنیم. آقای محمد محمدی، اگر صدای مرا دارین، در آغاز خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. من هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همچنین بینندگان عزیزتان. لازم ما مشاهده میکنم. آقای محمد محمدی صدای مرا دارین؟ بله صدایتان دارم. رفیق جان، من صدای استاد محمدی را ندارم، لطفاً صدا را برای من بفرستین. بله من صدایتان ندارم. بله سلام علیکم، حالا من هم صدای شما را دارم. تشکر می کنم استاد محمدی عزیز که دعوت ما را پذیرفتین و برای ما و بیننده های عزیز برنامه قلب آسیا که ویژه برنامه افغانستان در شبکه جهانی وصال حق است برای ما وقت دادین. تشکر از شما. خواهش میکنم. من هم همچنین عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همچنین خدمت تمام عزیزان کمین از طریق دوربین شیشه شما ما را مشاهده می کنم. تشکر، سلامت باشید. آقای محمد محمدی، حتما شما هم حرفهای آقای روحانی را در مورد احداث بندها در جنوب افغانستان و جنوب غرب افغانستان شنیدین. فقط ما میخواییم که کلیپ 40 ثانیه‌ای هست حرفهای آقای روحانی، من این کلیپ را به نشر میسپارم تا بیننده های عزیز ما بشنوند که آقای روحانی چی گفتن و سپس صحبت شما را در مورد حرفهای آقای روحانی میشنویم. درست است؟ بله درست است. رفیق جان بیاین روی مانیتور من. ما نمی توانیم در برابر آنچه محیط زیست ما را تخریب می کند بی تفاوت باشیم. احداث سدهای متعدد در افغانستان و بندها از کجکی، کمال خان، سلما و دیگر صدها و بندها در شمال و جنوب افغانستان، بر استان خراسان ما، بر سیستان و بلوچستان ما تأثیرگذار است. بله تشکر رفیق جان. آقای محمد محمدی، حرف های آقای روحانی را شنیدین که گفتن ما برای محیط زیست خود در قبال احداث صدها و بندهایی که در شمال و جنوب افغانستان اعمار شدن، مثل بند کمال خان نام گرفتن، بند کجکی و سلما و غیره، گفتن در قبال اینها ما بی تفاوت نمیمانیم. میشه برای ما بگید که حرف های آقای روحانی که بی تفاوت نمیمانیم چه معنا دارد؟ چی میخواهد بگوید آقای روحانی؟ بله خب، قبل از اینکه بخوایم اشاره بکنیم به صحبت های آقای ایرانی و آقای روحانی، به دلیل از اینکه بینندگان ما کمی با موضوع بیشتر آشنا بشن و آگاهی داشته باشن. درست. ببینید، افغانستان یک کشور استثنایی در حوزه‌های آب فرامرزی در بین همسایگان خود به شمار می‌رود. درست. که دارای 5 حوزه آبریز است. درست. 4 حوزه آبریز آب فرامرزی بوده و کشور ما خوشبختانه هر 4 حوزه سرچشمه و ولادت است. درست. اما به دلیل جنگ های در دهه‌های گذشته، دولت افغانستان، دولت هایی که بودن، هیچ راه نتونستن تا به صورت عادلانه و معقولانه از آبها و رودخانه‌های کشور در جهت توسعه و پیشرفت استفاده بکنند. درست. این امر باعث شد تا همسایگان افغانستان برای دهه‌های متوالی به صورت کاملا رایگان چندین برابر بیشتر از حق خود را از آب‌های ما استفاده بکنند و به صورت یک طرفه و غیر منصفانه دست به ساختن زیرساخت‌های آبی، توسعه زمین‌های زراعتی و حتی انتقال آب به مناطق دیگر در کشورشان بدهند. درست. اما بعد از فروپاشی حکومت طالبان و روی کار آمدن نظام جدید، به خصوص در دوره سلی حکومت وحدت ملی، دولت تلاش می کند تا با مدیریت سالم و مطابق با قوانین بین المللی نظام آبی، درست، با اعمار بندها در داخل کشور آبها را مهار کند تا بتوانند از آن در بخش های زراعت و تولید انرژی استفاده مزید انجام دهند و همچنین تهمیه آبی همسایگان نیز
با این ذخیره سازی به صورت منظم و دوامدار پرداخت شود. درست. اما بخواهیم برگردیم به حرفای آقای روحانی، ببینید هرچند که آقای محمد این تلاش هایی که دولت بله. آقای بله. محمد محمدی، آیا کلان افغانستان با احداث این سدها و این بندها آب را بر روی کشور همسایه خود ایران کاملا میبندد یا چیزی به آنها نیز حق میدهد؟ نه اینطور نیست. آبی که افغانستان از این چهار حوزه فرامرزی به خارج از کشور انتقال میده بر حسب حساب و قانون نظام آبی جهان تعیین میشه. درست. یعنی اینطور نیست که ما بخوایم کلا آب را ببندیم بالای کشورهای همسایه، نه تنها ایران حتی کشورهای دیگه. ما آب را و حتی قوانین تعریف شده طبق نظام قوانین بین المللی نظام آبی جهان به کشورهای همسایه خود میدیم. خب. ولی این که افغانستان چندین سال درگیر جنگ بوده و چندین دهه و یک نظام سیاسی نداشته که آب به صورت رایگان و چندین بر حقتان میرفته و اونا برای خود بیتاق کردن، این به ما مربوط نمیشه. بله. یعنی هدفتان این است که از خلال این جنگ‌های داخلی افغانستان کشورهای همسایه استفاده کردند و آب افغانستان را بیش از آن که حق داشتن گرفتن و خوردن؟ دقیقاً همینطور بوده. درست. ببینید این تلاش‌هایی که فعلا در داخل افغانستان حکومت افغانستان انجام میده، حتی در همین تلاش‌های حکومت ما را آرام نماندن. ببینید از سنگ اندازی و دخالت مستقیم و غیر مستقیم. بله. اگر بخواهیم از این سنگ اندازی ها و این دخالت ها که هم غیر منطقی و گاهی هم خونین بار برای مردم افغانستان بوده به طور مثال بخواهیم نام ببریم، تمویل مالی و نظامی مخالفین حکومت افغانستان برای گرم نگه داشتن میدان جنگ در اطراف بند کجکی در هلمند، همچنین گرم نگه داشتن میدان جنگ در اطراف بند برقی بخش آباد ولایت فرا، تبدیل نبودن ولایت نیمروز به مرکز قاچاق برای به تاخیر انداختن اعمار بند کمالخان، کشته شدن صدها کارمند و انجینران برزیده بند سلما در ولایت هرات برای به تاخیر انداختن افتتاحیه این بند، همه این کارها در داخل افغانستان سنگ اندازی و دخالت همسایه‌ها بوده. هرچند که همسایه‌های ما بارها و بارها این اتهامات را رد کردند، ولی در ایده شخصی من سخنان اخیر آقای روحانی رئیس جمهور ایران در مورد اعمار بندهای آبی افغانستان، مداخله سریع و آشکار در امور داخلی افغانستان، غیر منطقی بودن خواست آقای روحانی و از همه مهمتر مهر تأیید به دخالت های یاد شده در طول این چندین سال در افغانستان میتونه باشه. آقای محمد محمدی، حالا که این حرفایی که شما میگویید که در نیمروز اینها چی میکنن در اطراف بند سلما، تا حال گفتن ده ها و صد ها انجینیر و کارمند را کشتن و حدود ده روز قبل فکر میکنم در یک درگیری دیگر میان محافظان بند سلما و طالبان حدود ده نفر کشته شدن و چند تن دیگر زخمی شد از محافظان این بند و همچنان از افراد طالبان، این به این معناست که تا حال هم دولت آقای روحانی در قبال این بندها بی تفاوت نبوده، درست است؟ ببینید مشخص است. اگر در کنار این دست‌اندازی ها و این دخالت های خونین در دوروبر بندهای کشور، اگر گاهی گروه های مخالفین دیگری هم بودن که این کارها را انجام می دادن، ولی 80-90% این دخالت ها و این کارها توسط همسایگانی که زیان خود را در اعمار بندها می دیدن انجام گرفته. همچنین به دلیلی که ما بند
بند سلماره میخواییم توسعه بدیم و ارتقا بدیم. امروز باز دوباره شاهد دخالت و دستندازی گروه های مختلف در اطراف این بند هستیم. انشالله همونطور که دستارهای قبل اینا موفق به جلوگیری از افتتاح بند سلمان آرومن امروز از این که بخواهیم گسترش این بند سلمان امروز هم موفق نخواهد شد. انشاءالله. آقای محمد محمدی، ما همیشه شاهد بودیم در رسانه های افغانستان تحلیلگران سیاسی افغانستان وقتی بحث میکنن ارتباط این گروه های مخالف را با پاکستان ارتباط میدهند که در ناامنی افغانستان پاکستان دست داره از گروه های مخالف دولت افغانستان حمایت میکنه، اما آنچه در غرب و جنوب غرب افغانستان رخ میدهد، در سر این بندها رخ میدهد و حرف های آقای روحانی را که ما وقتی ببینیم که میگن ما بی تفاوت نمیمانیم، پس این به این معناست که دولت ایران هم همانند پاکستان با گروه های مخالف دولت افغانستان همکار است؟ ببینید اگر بخواهیم وارد این بحث مفاد کلی کشورهای همسایه از افغانستان وارد بشیم، چندین مورد است. تنها مورد خط بندها نیست. ببینید قالین افغانستان به خارج از کشور به کشورهای همسایه میره و با نام و مارک کشورهای همسایه به فروش میرسه. سنگ افغانستان به صورت ناپروسه شده از افغانستان خارج میشه و توسط نام ها به کشورهای همسایه به فروش میرسه. کدام کشور همسایه؟ تاجیکستان؟ بله کشورهای همسایه. نه کشورهای همسایه. ببینید ما به دلیل اینکه کشور افغانستان ناامن باشه و بخش تجارت افغانستان صنعت افغانستان توسعه پیدا نکنه و اینکه کشورهای همسایه بتانند مواد تولیدی داخلی کشور خود را به افغانستان بفروشند، یک در این بخش ناامنی ایجاد میکنند و همچنین در قسمت نظام افغانستان و ای که نمیخواهند یک همسایه قدرتمند و یک همسایه خودکفا در کنار خود داشته باشند و کشوری که منابع زیرزمینی زیادی داره و ثروتمند است در این رسمت احساس خطر میکنند و میخواهند که به صورت ناامن بمانه. حال اگر بخوایم صحبت کنیم که آقای روحانی چرا صحبتها غیر منطقی بود، در قسمت غیرمنطقی بودن صحبات آقای روحانی میتونیم مقایسه کنیم بندها و خطهای داخل افغانستان را با کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان. درست. بر اساس آمارهای رسمی اعلان شده کشور ایران دارای 147 بند فعال، 146 بند در حال اعمار و 537 بند در حال بررسی برای اعمار و فعالسازی در آینده داره. درست. که مجموع اونها بیشتر از 1300 بند میشه. کشور پاکستان 150 بند فعال دارد که بیشتر این بندها طولشان بالای 15 متر است. درست. اما تمام بندهای در حال اعمار در داخل افغانستان اگر بخواهیم حساب کنیم جمع کل آنها 21 بند میشه. درست. ولی وقتی که یک کشور سرچشمه آبی در داخل منطقه هست باید 21 بند داشته باشه و او هم مورد تعرض کشورهای همسایه قرار بگیره، کشورهای همسایه ای که خودشان بیش از 1300 بند دارند، این منطقی است؟ قطعا منطقی نیست. قطعا منطقی نیست و مشخص است که خودخواهانه است. آقای محمد محمد، شما در کابل بودین و حتما از واکنش های ارگ ریاست جمهوری افغانستان و پارلمان افغانستان در قبال حرف های روحانی واکنش های دیده شده، شما مطمئن هستید؟ یعنی چقدر اعتماد دارید بالای این واکنش ها که واقعا میتونن حرف های آقای روحانی که گفت ما بی تفاوت نمیمانیم را پاسخ بدهند؟ حتما در آینده ایران در قبال این بندها بیشتر کار کرد و پاسخ دولت افغانستان چگونه خواهد بود آن زمان؟ ببینید اگر
از یک بعد دیگه نگاه کنید، ما این پاسخ را تا به امروز دادیم. درست. ما این پاسخ را دادیم که حالا آقای روحانی صدای خود را بالا کرده در تغییر رویکرد که قبلا به صورت مخفیانه مخالفین تنویل میکردن که در قسمت بندهای آبی کشور مداخله ایجاد بکنن. نه. حال این تأثیرات حتما شده که حال مجبور شدن آشکار در مقابل 32 کشوری ادارات را بدن و ما مطمئن هستیم با جناب جلالت مآب رئیس جمهور با تدبیر ایشان که فردی دانشمند و فردی هستن که در بانک های جهانی کار کردن و ضعف و قوت کشورها را به خوبی میشناسن و فرصت ها به خوبی استفاده میکنن، ما مطمئن هستیم که با مدیریت ایشان میتونه جواب قانع کننده ای در آینده همینطور که امروز دادیم در آینده هم به دولت ایران بدیم. هرچند که اونها از راه های غیر دیپلماتیک وارد میشن و امنیت و مردم ما را به خطر میندازن، ما از راه های دیپلماتیک و از راه های سیاسی با تدبیر جلالت مآب رئیس جمهور و همینطور دانشمند وزیر دانشمندمان که وزیر آب و انرژی هستند قطعاً میتونیم که پاسخهای سنگینی نشان بدیم. ولی یک موضوع خاطر نشان کنم. ببینید بسن. از نگاه قانونی و از نگاه افغانستان امروز تغییرات اقلیمی در افغانستان به شدت کشور ما را تهدید می‌کند. بطور شدید؟ بله. یخچال‌های برفی ما و رودخانه‌های ما در حال کم شدن هستند. درست. بنابراین بندسازی با رعایت اصول اعتدال و اتخاذ رویکرد مدیریت پایدار مبنی بر واقعیت‌های اقلیمی منطقه در هر حوزه آبری مناسب با واقعیت‌های آن ضروری است. یقینا. در خیلی از مناطق رودخانه‌های افغانستان می‌توانن با اعمار بندها ایفای نقش یخچال‌های گذشته را انجام بدن. چنانکه سیلاب‌های فصول بارندگی در داخل افغانستان اگر ذخیره شود و به صورت تنظیم شده در فصول بیباران و خشک رها شود، می تواند در پرداخت دامدار حق آبی همسایان مؤثر باشد و همچنین در بخش زراعت در داخل افغانستان. درست. انشاءالله تشکر میکنیم آقای محمد محمدی. خواهش میکنم فقط یک موضوع کوتاه اشاره کنم. بفرمایید. این که ما اگر در داخل افغانستان در برخی موارد در سر آزادی بیان و دموکراسی از رهبران و حکومت خود انتقاد میکنیم، بله، این اما به هیچ کشوری من جمله ایران اجازه نمیدیم که در امورات ما مداخله کنند. ما به یاری خداوند بزرگ و با تدبیر جلالت مآب رئیس جمهور تمام بندهای آبی خود را همچون کمالخان، پاشدان، تجکی و غیره را خواهیم ساخت. همسایگان و دشمنان ما این را باید بپذیرند. دیگر نمیتوانند در امورات ما دخالت و دست به اعمال جنایتکارانه و تفیفکارانه بزنند، زیرا افغانستان امروز دارای قوای مسلح و فرزندان شجاعی ما در لباسهای اردوی ملی، پلیس ملی، از تمامیت ارضی و نوامیس ملی به خصوص بندهای آبی کشور تا آخرین قطره خون خود محافظت می کنند و مردم افغانستان همیشه از حکومت و قوای مسلح خود حمایت و پشتیبانی می کنند. امیدوارم که این موضوع درک شده باشه. تشکر از شما. تشکر از برنامه خود. تشکر. تشکر. سلامت باشید آقای محمد محمدی از کابل افغانستان که با ما بودید. تشکر از شما. بیننده های عزیز، صحبت داشتیم با آقای محمد محمدی از کابل افغانستان که در مورد
حرف های آقای روحانی که گفته بودند ما در قبال احداث بندهای افغانستان به تفاوت نمیمانیم صحبتی داشتیم با ایشان. البته وزیر انرژی و آب و برق افغانستان نیز در پاسخ حرف های آقای روحانی صحبتی کردند که کلیپش هم به نشر میسپارم، واکنش وزیر انرژی و آب و برق افغانستان را در پاسخ به حرف های آقای روحانی میشنویم. رفی جان بیا روی مانیتور من. ما عنوان قوت های تکنیکی تا جایی که امکانات ما هست، تا جایی که توان ما میکشه، این به اصطلاح همینجا میخوایم بیان کنم که ما به هر قیمتی بندار میسازیم. چرا؟ در به خاطری که شکر، به خاطری که ساخت از این بندها به زندگی ما ارتباط داره، به زندگی نسل آینده ما ارتباط داره و ما گمان نمی کنم که بر کشورهای همسایه ضرری وجود این بندها ضرری بزنه که اونا مشوش و نگران ساخته باشه. ما به سر قواعد و قوانین بین المللی استادیم، بارهای ثابت کردیم، حقابه هر کس امر خمتو بود، به خصوص حقابه کشور ایران را از نیمروز پرداخت کردیم. همین امسال خود اینا اعتراف دارن، اسناد داریم ما از اینا که ما حقابه از اینا پرداخت کردیم. یعنی ما مردم اینیم که تخلف کنیم از حقابه که برنا پرداخت میشه. اما این هم باید بفهمن که با عزمی که ما داریم به هر ترتیب به هیچ عنوان از حق خود نمیگذاریم، به هیچ عنوان از ساخت بند کمالخان نمیگذاریم، به هیچ عنوان از ساخت بند بخشاباد نمیگذاریم، از توسعه بند سلما نمیگذاریم. تشکر رفیق جان عزیز. صحبت های وزیر انرژی و آب و برق افغانستان آقای علی احمد عثمانی بود که در پاسخ به حرف های آقای روحانی گفتند که ما آبهای خود را طبق قوانین بین الملل مهار می کنیم و حق همسایه ها را طبق قوانین بین الملل دادیم و می دهیم. این یک بخش از این برنامه بود که گفتیم دزدان سرمایه ملت، موضوع این قسمت از برنامه قلب آسیا بود که اینها میآیند و سرمایه های مادی ملت ما را تا حال دزدیدند و از جنگ و ناامنی در داخل افغانستان استفاده کردند. تا امروز ملت ما آب آشامیدنی ندارند، برق خیلی دور هست از آن ولایت های که در آنجا این بندها اعمار می شود، از آن مناطق برق، هیچ درک از برق نیست، هیچ درک از گاز نیست. یعنی وسایل ابتدایی که برای یک زندگی متوسط نیاز هست ملت ما از آن تا امروز محروم هستند و بیچاره هستند. کشورهای همسایه تیل هم دارند، گاز هم دارند، تا حال برق هم دارند، برای ما چیزی ندادن، اگر دادن هم با قیمت خیلی بالا به ما فروختن. حالا ما از یک چیزی که خودمون داریم میخوایم از او استفاده بکنیم برای روال زندگی، که یک زندگی نیمه زندگی و هم زندگی خیلی مرفه نیست، یک زندگی متوسط که اگر افغان داشته باشه، آب آشامیدنی حداقل داشته باشه، برق حداقل داشته باشه که تا سالهای بعد اگر به آن چیز برسیم، میخوان این را هم از ما بگیرن. لقمه که یک طفل افغان میخواد در دهنش بگذاره و زندگی خود را ادامه بده، نمیره، از تشنگی نمیره، از گرسنگی نمیره، میخوان این را هم از ما بگیرن. دشمنان دیگه آمدند و سرمایه های معنوی ما را میخواهند دزدی بکنند. همانند احمد جای رفعت گفتیم که کتابی از ایشان به نام رفتن رسیدن نیست نشر شد که در این کتاب اشعار ضد دینی، ضد باورهای مسلمانان وجود داشت. اینها میخوان که سرمایه معنوی ملت افغانستان که ایمان بوده، باور بوده، اعتقاد به عقاید اسلامی بوده، اینها را میخواهند از ملت ما بگیرن. البته این تنها کار آقای رفعت نیست، بلکه یک سلسله هست که ما شاهدش هستیم. رسانه افغانستان اینجا کار میکنه، دشمنان افغانستان از خلال رسانه ها و بیرون رسانه ها توسط مؤسسه های تبشیری و غیره تلاش دارند که به یک نوع ملت مسلمان افغانستان را از دینشان منحرف بسازند، باورهای دینی آنها را از بین ببرند، احساسات دینی آنها را بکشند. این یک بخش
قصیه هست که ایشان نیز در حقیقت دزدانی هستند که میخوان سرمایه های معنوی ملت ما را به تاراج ببرند. مولوی مطیع الله مولوی زاده، رئیس شعبه عقیده و مناظره از اساتید برجسته دارالعلوم عالی هرات افغانستان با ما روی خط هستند. جناب مولوی زاده، اگر صدای مرا دارین خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. بله متاسفانه که تماس ما با جناب مولوی زاده قطع شده. رفیق جان تلاش میکنه که تماس را دوباره وصل بکنه تا ما با جناب مولوی مطیع الله مولوی زاده در مورد این دین ستیزی هایی که ما شاهدش هستیم صحبت داشته باشیم. رفیق جان میگه باز هم مولوی صاحب مولوی زاده را ما روی خط داریم. مولوی صاحب مولوی زاده، صدای مرا اگر دارین خدمتتون عرض سلام و ادب دارم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عرض سلام دارم خدمت مجری گرانقدر برنامه امشب، مهمانان عزیز، تهیه کنندگان و بینندگان شبکه تلویزیونی رسالت حق. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مولوی مطیع الله مولوی زاده، ما از شما تشکر میکنیم که دعوت ما را پذیرفتین و برای ما و بیننده های عزیز برنامه قلب آسیا که ویژه برنامه افغانستان هست در شبکه جهانی وصال حق برای ما وقت دادین. مولوی صاحب، عنوان برنامه ما هست دزدان سرمایه ملت. ما این برنامه را به دو بخش تقسیم کردیم. یک تعداد دزدان داریم که سرمایه های مادی ملت ما را دزدی می کنند. شاهد این حرف ما حرف های آقای روحانی بود که گفت در مورد احداث بندهای افغانستان ما بی تفاوت نمی مانیم. ما در مورد آن با آقای محمد محمدی از کابل افغانستان صحبت کردیم. دزدان دیگه هستند که می خواهند سرمایه های معنوی این ملت را بدزدند. اینها دین ستیزان هستند، کسانی هستند که بالای عقاید مسلمانان، بالای عقاید و باورهای ملت مسلمان و شریف افغانستان بارها هجوم کردند. ما شاهد بودیم سالهای گذشته که در روزنامه افغانستان اکسپریس که به زبان انگلیسی نشرات داشت، یک مقاله نویسی آمد عمدن به ذات پروردگار، به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، به قرآن کریم توهین کرد و بعد از واکنش های زیاد این روزنامه مجبور شد که از ملت افغانستان معذرت خواهی بکند. البته این سلسله متوقف نشده و ادامه دارد. در آخرین نمونش مجموعه شعرهای از آقای احمد ضیاء رفعت فکر میکنم هست که به عنوان رفتن رسیدن نیست. از جمله افراد و اشخاص یا مؤسسات یا اداره و مدارسی که در قبال آقای رفعت واکنش نشان دادن دارالعلوم عالی هرات بود. متاسفانه باز هم تماس ما با آقای مولوی زاده قطع شد. امیدوار هستیم که رفیق جان بتوانن هرچه عاجل مولوی زاده را باز هم روی خط بیارن. این سلسله دین ستیزی ها ادامه داره که آخرین نمونیش این آخرین نیست. البته مجموعه رفتن رسیدن نیست از آقای احمد ضیاء رفعت بود که به همان سلسله دین ستیزان دیگر، کسانی که بالای دین ما و مقدسات ما هجوم آوردن، این فرد آمده در یکی از کتابهاش بالای عقاید مسلمانان هجوم آوردن. پس شخص احمد ضیاء رفعت نیست که چنین کاری کرده باشه. گفتیم یک سلسله هست که از چندین سال در افغانستان از طرف بعض افراد و حلقات ادامه داره. حتما از جای تمویل میشوند، تشویق میشوند. بدون شک عقب اینها سفارت‌های کشورهای بیرونی نیز هست، مؤسسه های تبشیری هست عقب این دین ستیزی ها. مولوی صاحب مولوی زاده باز هم با ما وصل شدن. مولوی صاحب صدای مرا دارین؟ بله صدا هست. مستقیما میایم روی موضوعمان. ما گفتم که این دین ستیزی هایی که حالا احمد ضیاء رفعت در این اشعارش مرتکب چنین کار شده، این اولین نیست و آخرین هم نیست. قبل از این هم افراد بودند که به باورهای مسلمانان تاخت و تاز داشتند. ما اشاره کردم به روزنامه افغانستان اکسپریس که مقالش علیه مقدسات مسلمانان بود و با واکنش های تند روبرو شد و سپس آن روزنامه معذرت خواست. حالا این مجموعه اشعاری که
نشر شده و از جمله کسایی که در قبال این اشعار کفری آقای ضیارفعت واکنش نشان دادند، دارالعلوم عالی هرات بود، دارالعلومی که شما در آنجا به عنوان رئیس شعبه عقیده و مناظرش کار میکنین، به عنوان یکی اساتید برجسته این دارالعلوم هستین. میشه برای ما بگین که چه شما را وادار کرد در قبال کتاب آقای احمد ضیارفعت که رفتن رسیدن نیست واکنش نشان دهید و فتوای به شبکه های اجتماعی نشر کنید؟ بله، چنانچه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود لا تقوم الساعه حتى يكفر بالله جهرا. بله، لا تقوم الساعه حتى يكفر بالله جهرا. تا زمانی که ادعای به شکل علنی از وجود خداوند تبارک و تعالی، از وحدانیت پروردگار، از رسالت و نبوت انبیاء کرام علیهم الصلاه و السلام به شکل علنی انکار نکنن، قیامت برپا نمیشه. اما زمینه کفر و الحاد، زمینه اشراعی کفر و الحاد کی مصائب میشه؟ جواب این سوال خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر میدن که لینتق با عر الاسلام عروتن عروتن و اولهن نقبا الحکم. اولین چیزی که از دست جامعه اسلامی خطا میخوره، مهمترین حلقه از حلقات زنجیر اسلام که از دست جامعه اسلامی خطا میخوره، الحکم، نظام قانونه. وقتی که نظام قانون اسلامی نباشه، وقتی که نظام قانون نظام دموکراسی باشه، این دیگه که زمینه برای اشاعه کفر و الحاد به اشخاص مانند ضیارفعت مساعد میشه. آزادی بیانی که به معنای امرهم شورا بینهم نیه، آزادی بیانی که به معنای شاورهم فی الامر نیست، بلکه آزادی بیانی که به معنای کفرگویی و اشاعه کفر و الالحاد در سرزمین اسلامی باشه. نمونه اول از اردش که چند ماه پیش در ماه رجب سال جاری از جانب دکتر انوار الحق جبارخیل تحت کنفرانس های به نام اسلام و صحت انکار حدیث، فتنه انکار حدیث به هرات آورده بود، میخواست او در معاون جامعه پخش بکنه و اشاعه بکنه. به مجردی که شعبه عقاید و مناظره دارالعلوم عالی هرات از این دسیسه مطلع شدند، موضوع مورد بررسی کامل قرار دادند، فتوای دلال و گمراهی جناب جبارخیل صادر کردند و مانع برگزاری درس تفسیری که تفسیر به رأی بود در حقیقت شدند، همچنان مانع برگزاری مسابقه بزرگی که تحت عنوان اسلام و صحت در ماه مبارک رمضان سال جاری میخواست منعقد بشه شدن. این فعالیت هایی بود که در مقابل فتنه انکار حدیث در خود مقابل در انوارالحق جبارخیل صورت گرفت. در اثنای ماه مبارک رمضان یک مشکل دیگه به وجود آمد، مشکل بزرگ انکار از مقدسات دین مقدس اسلام، مشکل بزرگتر به عنوان انکار صریح و واضح از مقدسات اسلامی، توهین به ارزش‌های اسلامی از جانب شاعر جناب ضیارفعت که استاد پوهنتون کابل می باشه در مجموعه شعری او به نام رفتن رسیدن نیست. چیزهایی که در اونجا هست قابل شمارش نیه، توهینهایی که در او صورت گرفته قابل بیان نیه. شعبه عقاید و مناظره بررسی کامل موضوع کردن، بعد از بررسی کامل فتوای کفر و الحاد دادن، چون این وظیفه دینی علما می باشه در هر عصر و زمان که مانع از خود انتشار و اشاعه کفر و الحاد در میان جامعه های اسلامی باشند قرار بگیرند. فتوای کفر و الحاد صادر شد. درست. اما در مقابل، جانب مقابل، آقای ضیارفعت نه تنهایی که پشیمان نشدند، نه تنهایی که اظهار ندامت و توبه نکردند، بلکه بله رفیع جان صدای مارس قطع شد. متاسفانه که
باز هم تماس ما با جناب مالیس مالیزاده قطع شد. بله همون گونه که مالیس میگفتن که این تنها احمد جای رفعت نیست، بلکه قبل از این گفتن بودن کسانی که خواستند بالای مقدسات اسلامی تاخت و تاز بکنن، ارزش های اسلامی را هدف قرار دهند. در ماه مبارک رمضان گفتن همچون چیزهای رخ داد. بله. قبل از او هم باشه جناب مالیس که صحبت هایش ما قطع شد، میتونین ادامه بدین. شما گفتن بله. که شما گفتن که در مقابل توحیدات واضح زیارفعت موضع گرفتند، فتوای کفر و الهاب اونا صادر شد. درست. اما در مقابل نه تنها ای که اونا توبه نکردند و بل. اظهار ندامت و پشیمانی نکردند، بلکه با استشهاد غلط از کلام عارفان بزرگوار کوشش کردند موقف باطل و کفری و الهادی خود را موجه جلوه بدن. بله. در مقابل دارالعلوم عالی هرات شوکه بانگ و مناظره به خاطر نجات جامعه، به خاطر نجات جن نسل جوان، به خاطر نجات قشر محصل جامعه، تا ای که اونا منحرف میشن، تا ای که حداقل نسبت به عارفان بزرگوار با گمان میشن، جواب تلبیسات جناب زیارفعت در 24 صفحه، در 33 صفحه آماده کردن و از طریق فیسبوک و فضای مجازی اختیار ملت مسلمان افغانستان گذاشتن که در حقیقت وظیفه شرعی هر عالم است. درست. تشکر جناب مولوی مولوی زاده. اما بعد از اینکه این فتوای تکفیر شما نشر شد، در روزنامه 8 صبح مطلب نشر شد که به عنوان خشم بر غزل و تکفیر استاد دانشگاه کابل با این عنوان بود. اینجا همان توجیه های غلط و ناروایی که احمد ضیاء رفعت برای اشعار کفری خود کرده بود او را هم از زبان خود او نقل میکنن. اما جالب اینجاست که از دایی الحق عابد معین وزارت حج و اوقاف اونها چیزی نقل کردن. اینجا گفتن که آقای دایی الحق عابد معین وزارت حج و اوقاف در مورد فتوای دارالعلوم هرات عالی هرات گفت صلاحیت تکفیر را در واقع محاکم افغانستان دارد و همچنان دارالافتای افغانستان میتواند ابراز نظر شرعی کند. به هیچ وجه اشخاص و یا مدارس نمیتوانند که حکم تکفیر صادر کنند و دارالعلوم عالی هرات این صلاحیت را ندارد. پاسخ شما برای آقای دایی الحق عابد چی است؟ واقعا متعجب میمانم از اینکه اشخاص در خود مسندهای دینی قرار گرفتند که حتی متوجه نمیشن به مسئولیت دینی خود خو و حتی آگاه نیستند از خود مسائل دینی. درست. خداوند تبارک و تعالی در قرآن عظیم الشان میفرماید فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر مسائل دینی، اگر عقاید دینی، از عقاید دینی و از مسائل دینی اطلاع ندارید، رجوع کنید به اهل ذکر. در قرآن عظیم الشان و در احادیث نیامده که شما رجوع کنید به کسانی که منصبهای دولتی قرار دارند، بلکه هر کسی که به عنوان مجمع و به عنوان مرجع علمی در میان جامعه مطرح شده باشه بر اساس تجربه که داره، بر اساس علمیتی که داره، بر اساس تحقیق داره و میتونه مرجع خود جواب پاسخگویی از سوالات مردم چی عقیدوی باشه و چی فقهی باشه قرار بگیره. همچنین خداوند تبارک و تعالی در آیه دیگر از قرآن عظیم الشان با صراحت کامل بیان میکنه اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، به بهترین قول عمل کنید که از جانب پروردگار بر شما نازل شده باشه. بهترین قول مطلب از اوچیه و قال صاحب مدار الحق و هو احکام الفرد کامل، احکامی که از جانب فرد کامل و از فقاهت یک فرد کامل صادر شده باشه. این باشه احسن ما انزل الیکم من ربکم، نه احکامی که از جانب کسانی صادر بشه که بر منصب یکی از پست‌های دولتی قرار داشته باشه. همچنان گفتن که آقای عابد ادامه داده گفته که باید اقدام میکردن وقتی که سکوت کامل شاهده میشه. وظیفه هر عالم دینه که در مقابل این موقف های و در مقابل این اشعارها و یا کلام های کفری و الهادی محاکم افغانستان تا کنون هیچ عکس العمل نشان ندادن؟ آه
متاسفانه تماس ما با جناب مولوی زاده باز هم قطع شد، اما در مجموع موفق شدیم که صحبت هایشان را داشته باشیم در مورد اشعار کفری که در کتاب رفتن رسیدن نیست به نشر رسیده. گفتند که شعبه عقیده و مناظره البته بعد از بررسی این کتاب اشعار کفری و الحادی این را جدا کردن که بیشمار هست و سپس بر مبنای آن اشعار کفری این شاعر را تکفیر کردن. صحبت های آقای عابد را هم پاسخ گفتند که به عنوان یک مرجع دینی که یک مجموعه از علما یک جای فعالیت دارند، ملت مکلف است که در مسائل عقیده و فقه خود به این مدارس یا به این مراجع علما رجوع بکنن، از ایشان فتوا بگیرن. در پاسخ به ایشان این مجموعه های علما مکلف هستند که پاسخ دهند. اینکه محاکم افغانستان یا شورای علمای افغانستان در قبال این دین ستیزان و یا این گونه کسانی که بالای مقدسات مسلمانان حمله می کنند، هجوم میارند، خاموش می مانند، آنها خودشان مورد نقد هستند، نه اینکه سکوت آنها دلیل باشد تا کل علمای افغانستان سکوت بکنند. رفیع جان، بله، مهمون بازم روی خط است. بسیار خوب، این صحبت هایی بود که با جناب مولوی مطیع الله مولوی زاده داشتیم. بیننده های عزیز، یک وقفی کوتاه میگیریم و برمیگردیم با ادامه موضوع خود و مهمانان که با ما خواهند پیوست. با ما باشید. بی ربی ملیکی فؤاد اتصل فذاق الأمان وحاز الأمل حياتي أضاءت وقلبي سما طريقي تجلى ونورك تمل بربي مليك فؤادي اتصل فذاق الأمان وحاز حياتي أضاءت وقلبي سما طريقي تجلى ونورك تمل جلال الحياء وعطر النقاء وقلب يناغم حسن الجزاء جلال الحياء لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله ما شاء الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان عليا عبد الله الله اكبر الله اكبر حياتي اضاءت وقلبي سما طريقي تجلى ونورك تمل
با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی برنامه قلب آسیا. موضوع ما بود دزدان سرمایه ملت. ما در این مورد دو دزدانی را معرفی کردیم، یکی دزدانی که سرمایه های مادی ملت عزیز ما را دزدی می کنند، به عنوان شاهد و نمونه حرف های آقای روحانی را نشر کردیم و سپس صحبت های آقای محمد محمدی را در پاسخ به صحبت های آقای روحانی شنیدیم. همچنان تعداد دیگری آمدن سرمایه های معنوی این ملت را به تاراج بردن و سعی کردند که ببخشید سرمایه های معنوی این ملت را بدزدند، که این جمله میتوان دین ستیزی هایی که در افغانستان در سالهای اخیر رخ داد اشاره کرد. نمونه های زیادی از آنها را مولوی مطیع الله مولوی زاده اشاره کردند و همچنان در آخرین نمونهش که گفتن اشعار مجموعه اشعار به عنوان رفتن رسیدن نیست از یکی از اساتید دانشگاه کابل، که در این اشعار نیز کفریات زیاده وجود داشت و از سوی این اداره یعنی دارالعلوم عالی هرات تکفیر شد و این اشعار را کفری و الحادی خوانده شد. مهمان دیگه ما همکار عزیزمان برادر گرامیم استاد عبدالرحمن فاتح از هرات افغانستان با ما روی خط هستند. استاد فاتح عزیز، اگر صدای مرا دارین عرض ادب و سلام دارم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. بنده هم به خدمت شما استاد گرامی عرض سلام و ادب دارم، همچنین به خدمت تمام بینندگان فهیم شبکه جهانی رسال حق. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ببخشید استاد فاتح عزیز، من فعلا در صفحه فیسبوک شما هستم، اینجا یک چشمم به یکی از مطلب های شما خورد که میخوام میره به یادتون بیارم. نوشته کردین سکوت برخی از علما و دانشمندان اسلامی و نیز برخی از مراکز اسلامی و به خصوص شورای محترم علما پیرامون اشعار کفری ضیاء رفعت او را جرأت داده و دارد بر موازی کفر و الحاد خود پافشاری می کند. در این برحه که افراد مثل رفعت پروژه کار کرده و تنها نظریه فردیشان نیست و پشت گمراهی جوانان مسلمان هستند، جای داشت که همه اختلافات فرعی و سلیقه‌ای را رها نموده با یک صدا بر علیه این پروژه اسلام سیتیز و کفر منش استاد شده و مشت کوبنده بردهن آنان زده می شد. عبدالرحمن فاتح به تاریخ 3 جولای سال 2017 این مطلب در صفحه فیسبوک شما به نشر رسیده. من میخوام در این مورد از شما پرسان بکنم که در حالی که ما دیدیم واکنش های جوانان افغان در صفحات اجتماعی فیسبوک و تویتر خیلی واضح بود، خیلی آشکار بود، علما هم در صفحات فیسبوک خود علیه این اشعار کفری آقای رفعت موقف گرفتن، اینجا شما از سکوت یک تعداد گله کردین، میشه بگوین که از کیا گله کردین؟ جناب استاد، حقیقتا سوال شما بسیار سوال مهمی و اساسی، جای داره که کمی باز بشه. ما وقتی که در اونجا نوشتم اینجا هم میگم بعضی و برخی از حلقات یا برخی از علما و برخی از مراکز، منظور من همه نیستن. بله، یعنی برخی هم بعض گفتن شما برخی از علما. بله. بله، برخی از مواقفی گرفته شد و واقعا ستودنی بود، از جمله موقف بسیار واضح و شفاف دارالعلوم عالی هرات. بله، و متاسفانه گاهی برخی از اختلافات سلیقه‌ای و فرعی باعث میشه که یک فرد مثلا موقف واضحی میگیره در برابر افرادی که با او دشمن مشترکن، ولی متاسفانه گروه دیگری که میفهمن این مشکل هست، این در حال یک دین ستیزی است، یک پروژه است که در حال انجام، یک پروژه، یعنی فرد نیه که مثلا وقتی دارو مالی هرات فرد مورد انتقاد قرار میده فقط رفعت باشه و بحث تمام بشه و دیگه کلا همه موضوعات بند بشه، بلکه یک پروژه‌ای که به دنبال گمراه سازی مردمه. واقعا جای تاسف برای ما بود که به خصوص شورای علما که متاسفانه در این مورد سکوت کردن و موقف شفاف و واضحی نداشتن، که به هر حال تحلیل من از اونجایی که به هر حال آگاهی دارم از جامعه و از معامل جامعه هرات یا بیرون از هرات، متاسفانه مشکلات سلیقه‌ای هست یا اختلاف سلیقه‌ای هست که با یک اداد حالا با یک برخی از مراکز که چرا اونها فتوا دادن، لذا ما باید سکوت کنیم و موقعی در این مورد گرفته نشه، که هم جایی بحث تأسف بود.
و ما جناب استاد حقیقتا امر این است که وقتی در اونجا گفتم که موضوع فردی نیست، یعنی به خاطر این است که متاسفانه حلقات جنسیتی زیاد هستند، یعنی موضوع رفعت نیست، به خاطر اینکه بعد از این موضوع وقتی مطرح میشه یعنی موضوع رفعت، یک عده به دفاع از این فرد برمیخیزن، حتی تا جایی که میخوان کنفرانس برگزار بکنن برای دفاع از رفعت، برای اینکه به هر حال به ذهن مردم چنین وانمود بکنن که گویا مشکل با ادیبا هست و مشکل با ادبا و مشکل با افرادی است که شعر میگن و شعراست و از این قبیل حرفا. لذا جناب استاد موضوع یعنی موضوع رفعت نیست، بلکه یک موضوع پروژه هست که در حال انجام و در حال اجرا هست که میتوانه یعنی زیر این پروژه و زیر این چتر متاسفانه گروه های مختلفی وجود داشته باشند که به سوی دین ستیزی یا به سوی میشه گفت کفر متاسفانه مسلمان ها رو دعوت میکنند. از جمله اینها مثلا میشود گفت که اشاره کرد به کمونیست های شکست خورده که در افغانستان سالهای پیش شکست خورده بودند و بدت مجاهدین مسلمان افغانستان پوزه اینها به خاک مالیده شد. اینها هیچگاه سکوت نکردند، حتی در دوره طالبان متاسفانه بگیم که اینها یک سری حلقات خصوصی داشتند و بعد از این هم حتی در همون زمان آمریکا اینها رو تمویل میکرد، هم شعله ها و هم کمونیست ها و خلقی ها و پرچمی ها، و فعلا اینها در حال کارند، یعنی از یک تعداد جوان هایی که کوتاه فکرند یا سطحی نظرند متاسفانه این که از عقاید اسلامی هم آگاه نیستن از اینها استفاده کرده و اینها پیش میکنن و در پشت خود اونها کار میکنن. درست استاد فاتح، شما گفتین که این تنها شخص رفعت نیست، این یک پروژه دینستیجی هست که از سوی آمریکا و بعضی کشورهای دیگر تمویل میشود. در میان جوانان وقتی که شما در هرات هستین فعلا، چقدر اینها موفق شدن؟ این پروژه چقدر کامیاب هست به نظر شما یا اینکه ناکام شده؟ مصد حقیقت امر اگر ما مثلا موضوع فضای مجازی یا فضای اینترنت را ببینیم، تا حدی می شود گفت متاسفانه خالیگاهی که برخی از علما و دعوتگران اسلامی قرار دادن که من همیشه شکایت دارم که چرا اینها فضا رها کردن برای افراد که اینها بیایند دین ستیزی بکنن و علیه دین تاخت و تاز داشته باشند. میشه گفت که تا یک حدی، یعنی تا یک تقریبا تا سال گذشته یعنی خوب بودن، ولی الحمدلله چهره های اینها رسوا شد، روز به روز چهره های اینها رسوا میشه و در مراکز اسلامی حتی در فضای مجازی هم به اینها اجازه حرف زدن نمیدن و به زودی دهان آنها رو میبندن و بنا به همان دلایل قوی که از قرآن و سنت پیامبر علیه الصلاه و السلام دارن، دعوتگران و مراکز اسلامی زبان اینها رو میبندن. اما در جامعه حقیقی وقتی که ما داخل میشیم، یعنی در جامعه در فضا مردم وقتی داخل میشیم، اینها اصلا آبرویی ندارن، اینها جایگاهی در میان مردم ندارن. درست. حتی میبینید در فضای مجازی هم وقتی اینها داخل میشن، مثل رفعت یک آدم احمقی که بیایه نام خور بگیره و به هر حال کفر بکنه صراحتن، یا مثل محق امثال اینها، اینها یعنی مردمی هستند که مهره های هستند که متاسفانه از اینها استفاده میشه. در غیر آن شما میبینید حتی اینها جرئت نمی کنند با نام اصلی کار بکنند، حتی در فضای مجازی مجبور میشن که به نام های مستعار داخل بشن و دین ستیزی خود در اونجا انتشار دادن و به هر حال دین ستیزی بکنن و بر علیه مسلمان ها مواقفی از این قبیل بگیرن. درست. اما در جامعه حقیقی وقتی از فضای مجازی خارج بشین، متاسفانه اینها آبروی جایگاهی ندارن و ملت مسلمان بیداره، اینها میشناسه. قبل از این ملت مسلمان با این گروه ها روبرو بودند، مثل دوران کمونیست ها، دوران خلقی ها، پرچمی ها و بعد شعله ای ها و از این قبیل حلقات کفری و حلقات دین ستیزی که در روز ما وجود داشته باز و شکست مواجه شدند. حالا پشت میله ها نشستن، متاسفانه بگیم که از راه دور کنترل به دست آنها هست و یک عده از جوان هایی که از عقیده و باورشان آگاهی ندارن، اینها را سوی استفاده کرده، اینها را مهره قرار میدن که اینها هر کار دلشان خواسته باشه انجام بدن. و بعد حتی جناب استاد شاید باورتان نشه، باور کنین که مثلا همین موضوع رفعت که مطرح شد برای اغوا برخی از اساتید و برای اغوای برخی از افرادی که ارتباطی با شعر و ادب متاسفانه گرفته شد از طرف برخی از حلقاتی که حالا به ظاهر مسلمان و به ظاهر به هر حال انسان‌های متدین و انسان‌های خوب، ولی وقتی باطن اونها افشا میشه میبینیم که باز یک افراد دیگه، یعنی جرأت نمی‌کنن که اینها در فضای حقیقی و جامعه بیاین یعنی علناً این کفریات را مطرح بکنن. و حتی شما میبینیم که بعد از اینکه اشعار این فرد مورد هجوم علما قرار میگیره و کفریاتی آشکار میشه، با صراحت
خیلی واضحی تمام کتابهایی که داره جمع میکنه. اگر چی در فیسبوک مواقفی میگیره در فضای مجازی و به شکلی حتی علما رو تهدید میکنه، متاسفانه تا حدی که مسئله عدلی و قضایی مطرح میکنه که اینهایی که همچون حرفا زدن باید به محکمه کشیده بشن و چرا مرا تکفیر کردن از این حرفا و چرندیات دیگری که به هر حال شاید جناب مولوی زاده سر صحبت کرده باشن در این مورد که من نمیپردازم. الان المهمی که جناب استاد اینها جرأت ندارن، اینها در فضای حقیقی جرأت ندارن و یکی از دلایلی هم که اینها کفر و ستیزی میکنن و علنا بعضی افراد خودشان را در جلو قرار میدن اینه که یک روی پیش غربی ها پیدا بکنن و یک جایگاه و وجهی سیاسی یا وجهی به هر حال پیدا بکنن و اینها را منتقل بکنن به اون کشورها تا اینکه برای خودشان تابعیت بگیرن و از کشور فرار بکنن و هر حال در اونجا انسان‌های بزرگی مطرح بشن و در آینده اینها بزرگ بکنن و پس دوباره داخل افغانستان در یک زمان خاصی بفرستن، مثل که متأسفانه این کار صورت گرفت. یعنی اکثر این حرکت‌های کفری و الحاده به خاطر پناهنده شدن به کشورهای اروپایی است. نمیشه گفت یعنی عموما، ولی اکثرا بله جناب استاد، یعنی تا جایی که ما اطلاع داریم افراد تا که دیدین مثلا از جامعه مدنی بارها دیدین افرادی که مواقعی گرفتن داخل مثلا اون حالا جای فکر نکنم که مناسب باشه، حالا به هر حال شکل اشاره میکنم اشارتن جناب استاد، چند وقت پیش اگر یادتون باشه یک زن با لباس زرعی حالا داخل کابل شد و بعد از چند وقت که مردم مواقفی گرفتن و مسلمان ها مواقفی گرفتن سر از یک کشور اروپایی بیرون کرد و بعد از چند وقت باز دیدیم که عکس‌های لخت و عریان خود در فیسبوک انداخت و از این قبیل کارها. یعنی اینها جناب استاد یک پروژه هست، مهره هایی هم که اینها غرب متاسفانه یا استعمار متاسفانه در طول تاریخ این کار را انجام داده. اگر شما در تاریخ مثلا قادیانی ها که ادعای اون در حال ادعای پیامبری کرد رهبر آنها، اگر شما به اون هم نگاه بکنید در دوران حکومت انگلیس یا استعمار انگلیس همین کار را کرد، اون را به عنوان یک مهره شروع قرار داد تا اینکه سد راه مسلمان ها بشه و مسلمان ها در برابر استعمار استاد نشن و مسلمان ها را بی غیرت بکنه، مسلمان ها را بی خاصیت بکنه و مسلمان ها را بی احساس بکنه نسبت به دین و نسبت به اعتقادات و نسبت به این مسائل. و اینها بارها اتفاق افتاده، مثلا شما در اول صحبت خود از روزنامه اکسپرس در حال اشاره کردیم گفتیم که بعدا معذرت خواست. اینها عادت اینها جناب استاد وقتی اینها ببینن که به هر حال این کار را میکنن خودشان را در معرض قرار میدن، اما میبینه که هیچ عکس العمل مدرن غربی ها برایش نشان ندادن، اون را نخواستن، میگه من معذرت میخوام. باز بعدن میبینیم که بعد از چند وقت از طریق دیگر باز داخل میشه و این بارها در جامعه افغانی متاسفانه اتفاق افتاده جناب استاد. لذا بس یعنی حقیقتا استعمار هست، اینها مهره های استعمارن که در داخل جامعه بعضی ها خودشان را نشان میکنن، بعضی ها تحت نام های دیگه کار میکنن، حتی تحت نام های مراکز و مؤسسات عام المنفعه و مؤسساتی که در حال برای جوان ها و برای زن ها و برای حقوق و برای مسائل حالا خودشان دارن و تحت عنوان روشنفکران دینی فعالیت میکنن تا اینکه به شکلی از اشکال مردم یعنی پسوند و پیشوند نام دین را هم خود بر ندارن و خیلی راحت بتوانند از این طریق متاسب اغوا و گمراه کردن و جوانان و مسلمان و امت اسلام بخواهد. تشکر، سلامت باشید استاد فاتح عزیز. فقط در آخر اگر پیامی دارید برای جوانان که در مقابل این دین ستیزها چه بکنن، خصوصا اکثریت جوانان افغان امروز در صفحات اجتماعی فیسبوک به خصوص هستن، حضور دارن، آنها باید در صفحات فیسبوک خاموش ننشینن، حداقل هم فیسبوک در دست دارن از آن طریق در مقابل این دین ستیزها مبارزه بکنن. پیام شما رو میشنوم در آخر. استاد من حقیقتا موقعی که دارالعلوم عالی هرات گرفتیم توصیه برای عزیزان دارم برای تمام مراکز اسلامی که در برابر اینها اولا به این عزیزان اگرچه بنده کوچکتر از اینم که به افراد بزرگواری مثل مراکز بزرگ اسلامی توصیه داشته باشم، ولی به عنوان برادر خرد کوچک تا جایی که اطلاع دارم از ماحول جامعه میخوام توصیه بکنم که نباید در برابر اینها ساکت ماند. وقت آن نیست که ما به سرکله هم دیگر بزنیم، مشترکات را باید مد نظر بگیریم و از مسائل فرعی و سطحی پرهیز بکنیم و خود را مسلح بکنیم، حالا برای کل جوانان و مسلمان میگم و به خصوص مراکز اسلامی. زمان آن نیست که مثلا ما در کتب گذشته یا در کتب عقاید و متکلمین میبینیم که همیشه بحث و مناظره و گفت
گفتگو و طریق گفتگو با معتزله و با معتزله و نمیدان با اهل کلام و با این و آن صحبتهایی شده. فعلا اینها جناب استاد خیلی خطرشان، البته میشه گفت اینها با لباس دیگری، یعنی همونها هستن، همان معتزلی ها هستن، همان حقیقتا جهنی ها هستن، ولی با لباس دیگه اینها داخل شدن. بله، که جایی داره در حقیقت مراکز اسلامی و جوانان و مسلمان خودشان را مسلح بکنند با این سلاحی که اونها مسلحند. حالا باید از اون مسائل قدیمی گذشته ما خود را مسلح بکنیم و با این نامهای جدید آشنا بشیم و این افراد را بشناسیم، شناسایی کرده و اینها را در جامعه معرفی بکنیم. و جوانان و مسلمان جایی داره که نسبت به عقیده اسلامی آشنایی پیدا بکنند. یعنی ما بدون فهم و بدون دانش، بدون اینکه خود ما آگاه نباشیم وارد بحثی بشیم که یعنی واقعا در مورد آن معلومات نداریم، باز این خودش مشکل زا میشه جناب استاد. شاید گاهی بشه که خود ما شرطدار طرف قرار بگیریم مادامی که وارد بشیم در بحثایی که در مورد آن آگاهی داریم. لذا جوانان و مسلمان مواقف آنها خیلی خوب بود ماشاءالله، الله متعال حفظ بکنه همه جوانان عزیز را و دعوتگران عزیز را. و جوانان عزیز باید خودشان مسلح بکنند با صلاح علم و عقیده اسلامی، بعد از آن خیلی راحت میتوانند به هر حال این خرافگویی ها و کفرگویی ها اینها را از لابلای قرآن کریم و احادیث پیامبر رد بکنند و مشکومندگی به دهان آنها بکنند انشاءالله. تشکر، سلامت باشید استاد فاتح عزیز که برای ما بنده های عزیز ما وقت دادیم. جزاکم الله خیرا، خداحافظتان. بله بنده های عزیز، صحبت داشتیم با استاد عبدالرحمن فاتح در مورد این دینستیزی هایی که در سالهای اخیر در افغانستان رونما شده است و پیام ایشان به جوانان افغان و مسلمان این بود که خود را از صلاح عقیده و علم برخورد مسلح بسازند و در مقابل این دینستیز ها در صفحات اجتماعی فیسبوک، خصوصا که اونجا حضور افغان ها خیلی گسترده است، مبارزه خود را ادامه بدهند. وقفی کوتاه میگیریم و انشاءالله با تماس ها و صدای گرم شما برمیگردیم. با ما باشید. آیا دلمرده‌ای که ما او را زنده گردانیدیم و برایش نوری قرار دادیم که در پرتو آن در میان مردم راه می رود، مانند کسی است که در تاریکی به سر می برد و نمی تواند از آن بیرون بیاید؟ این گونه کارهای کافران برایشان آراسته شده است. وصال حق مرهمی بر دلهای بیمار.
با سلام مجدد خدمت شما بیننده عزیز و گرامی. موضوع این هفته ما بود دزدان سرمایه ملت که ما با مهمانان خود صحبت کردیم. حالا نوبت شما بیننده عزیز میرسد. بیننده عزیز که میخوان در این مورد دو مورد، یکی مورد دین ستیزی در افغانستان و یکی هم حرف های آقای روحانی، اگر کسانی از شما خواهان مشارکت باشن میتوانن که تماس بگیرن و رفیق جان شماره برنامه را زیرنویس کنید لطفا. البته کارگردان عزیزمان رفیق جان شماره برنامه را زیرنویس کردن. یک چیز دیگر را میخواستم یاد دهانه بکنم که شماره قبلی واتساب برنامه متاسفانه که بسته شد و شماره جدید را در خلال این برنامه اعلان کردن. باز هم رفیق جان شماره واتساب جدید برنامه را هم زیرنویس بکنین. بیننده های عزیزی که میخواهن از خلال شماره واتساب با ما وصل باشن، مشوره داشته باشن، انتقاد داشته باشن، نظری داشته باشن، میتونن که با ما شریک بسازن. البته این شماره واتساب جدید برنامه قلب آسیا هست و این شماره رو در گوشی هایتون ثبت بکنید و سپس پیام اشتراک را بفرستید. اولین بیننده را من میگیرم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میشه خودم معرفی کنید از کجا تماس میگیرید؟ حلیمه از کابل به تماس هستم. ماشاءالله خواهر حلیمه موحد شال دارین، خوب هستین انشاءالله؟ سلامت باشین. در مورد موضوع برنامه ما که دزدان سرمایه ملت، ما دو دزدی را معرفی کردیم، یکی دزدانی که سرمایه مادی این ملت را دزدی کردن مثل حرفای آقای روحانی و دزدانی که سرمایه معنوی این ملت را میخواهند بدزدن مثل دین ستیزانی که مقدسات اسلامی را بارها مورد هدف قرار دادن. روی کدام موضوع میخوای صحبت بکنی؟ یکی خب صداش موازی نیست، کمی جایتون رو تغییر بدین لطفا، بلندتر صحبت کنید. بله گفتم میشه روی رفعت صحبت بکنید؟ بله بفرمایید، چی میگوید در مورد اشعار رفعت؟ خب حیوان صفت که امروز به صفت یک حیوان زندگی دارن یا شاگردهای شیطان هستن. امروز ایت آدم فکر میکنه که شیطان خودش بر تخت تماسه شیشته و شاگردهای را مثل رفعت واره رفعت لعیم رو تربیه کده و یا کسایی هستن که اصلا ارزش خود ندانستن، اصلا انسانیت نشناختن، فقط هدف و مقصد از یا خوردن و خوابیدن است. یا کدام صفتی ندارن، چون یا ارزش انسانیت رو نفهمیدن و نمیدونن که از انسان چی صفتی دارن. هر دو یک شخصیت توسط هدف خود معرفی میشه. هر قدری که هدف بالا باشه، بلند باشه، شخصیت هم بالا و بلند است. مثل یک شخصیت مسلمان باره که شخصیت مسلمان هدفش رضای الله جل جلاله و طلب دیدار الله در جنت است و امی منوال شخصیت هم بالاتر است. شخصیت مسلمان بزرگتر و بالاتر است و شخصیت ای انسان ها که اصلا بیا شخصیت بسنه نکنن، اصلا بیا انسان بسنه نکنن، چون هدف فقط خوردن و نوشیدن است و خوردن و خوابیدن است. این هدف یک حیوان است، حتی از حیوان هم بدتر و پایین‌تر هستند، چرا که یک حیوان روی یک هدف کار میکنه، روی یک هدف، یعنی هر حیوان برای خود یک هدف مهم انسان از حیوان استفاده کرده میکنه. اما یا کسایی هستند که هیچ هدف ندارن، فقط هدفشان خوردن و خوابیدن است، یا یک انسان های بی‌شخصیت هستند. این همه نتیجه تهاجم استعمارگران است که از مدت زمان زیادی در تدوین مسلمان ها حاکمیت دارند
حاکمیت پیدا کردن و تلاش کردن هویت این امت مسلمان از بین ببرن و از اینها و برنامه های آداب و رسوم و افکار خود بر ملت مسلمان یا بر انسانیت تحمیل کنن و فکر استعمار هم باز هم تاریخ نوم خود از سر ما و بردارن و از کشور ما بیرون شوند با هم بجای خود تستانی را بجای گذاشتن مثل این شخصیت ها این انسان های حیوان صفت ها که در مسیر مستقصیلی که از آن حرکت یا هم اون به مو طریق هم میبردارن و چیز هدف از واکه از اون هدف در حالت نازمی در حالت که حالت در افراد تفرید یعنی قدم میمانند و اون هدف به مو هدف امو بادارای خودن امو به مو هدف میرسانن که دهی اصلا اگر خودشان هم که بکنن یا سمک توجه بکنن هیچ فایدی برای خودشان نیستن اصلا خودشان مثل یک آلاور استعمال میشن یک آلاور از یا استفاده میشن که تا او دشمن بدبخت به مقصد برسن یعنی تو شاگرده تربیه کردن که اگر خودشان هم در یک جای نباشه مثل از این که حیوان به جای خود بگذارن و خودشان برن یا به یک هدف امو بادارای خود برسانند دیگه یا کسایی هستند که در سایه پیمان های استعماری رشد کردن و یا پیوه و پرورش یافتند دمی پیوه پرورش یافتند یا اصلا توجه اهمیتی به انسانیت ندارند اگر اصلا یا مقایسه کنند خود با یک حیوان هیچ تفاوتی ندارند چون یک حیوان هم فقط بردن و قابیده کار برن یا هم به مصیبت یک انسان لعینی یک انسانی هست که اصلا با یک سفر تمام جوانای ما بشناسن مسلمان ها بشناسن بفهمن که یک انسان اهمیت در جامعه هیچ ارزشی نداره و الله جل جلاله بر رحمت خود در تمام ملت مسلمان رحم بکنه و این انسان ها را یا هدایت بکنه یا الله نیست نابود بشه. تشکر خواهر حلیمه واحد از صحبت های جالب و با احساستان. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و رحمت الله. برنامه قلب آسیا؟ بله برنامه قلب آسیا است. بفرمایید. پیرامون موضوع دین ستیزی در افغانستان صحبت داشتیم. بله خودم معرفی میکنید از کجا تماس گرفتید؟ عبدالله از هرات. برادر عبدالله از هرات. بله بفرمایید. موضوع برنامه ما بود دزدان سرمایه ملت. ما دو نوع دزدی را معرفی کردیم، یکی دزدانی که سرمایه مادی این ملت را دزدی کردن و میدزدند مثل حرفای آقای روحانی که در قبال احداث بندهای افغانستان گفت، و همچنان دزدان دیگری که سرمایه های معنوی این ملت را میدزدند، بالای مقدسات اسلامی هجوم میارند، ارزش های اسلامی را به مسخره میگیرند، توهین میکنند، آنها هستند. بفرمایید روی کدام موضوع میخواهید صحبت کنید؟ تشکر. الان میخواستم رابطه به هر دو موضوع بسیار مختصر صحبت بکنم. بفرمایید. اول موضوعی که تعداد از همسایه هایی که در نسبت به افغانستان وجود دارن سرمایه مادی ما رو همه تارک کردن و خوش هم نیستن که ما صاحب نام شدیم، و از طرف دیگر عده زیادی از انسان هایی که در زیر مؤسسات غرب فعالیت هایی میکنن نسبت به مسائل معنوی و میخواهن عقیده جوان ها و عقیده پاک و سوچه ملت مسلمان افغانستان رو به اقما ببرن، انشاءالله به هیچ قیمتی ما نمیگذاریم که چنین انسان های بتوانن در کشور ما در خطه اسلامی که خون هزارها انسان از ابتدا تا انتها ریختانده شده اینها به اقما ببرن تا قطعه خونی داشته باشیم در قبال چنین انسان های مفسد و انسان هایی که اینها پروژه ایشان از طرف غرب تامین شده و از طرف اونها اینها که از تنبیل میشوند تا قطره خونی که داشته باشیم انشاءالله دفاع میکنیم. تشکر از اینکه شما وقت دادید و این موضوع را در یکی از برنامه های خود گنجانیدید. تشکر. کامیاب و موفق باشید. سلامت باشید. خداحافظتان. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله.
بله السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر محمد شفیع امینی از هرات افغانستان. تشکر. سلام و ادب دارم خدمت شما استاد رحیمی عزیز و تمام بینندگان عزیز شبکه جهانی و صالحات. چال دارن؟ شما خوب هستین ان شاء الله؟ تشکر. بازم خوشحال هستیم که بعد از یک وقتی بسیار طولانی بازم در خدمت شما و شما در خدمت ما قرار گرفتید. الحمدلله. انشالله که حال خوشحال باشین از چیزی که قبلا گلایه داشتین، هر وقت شکایت میکردین. باور به خدا کن ایمان قدر خوشحال هستیم که بی حد و بی اندازه. خداوند خوشی‌های دنیا و آخرت رو نصیبتان کنه برادر عزیز. باور به خدا کنیم از زمانی که برکت هرات و که بگیم برکت افغانستان به شهر هرات آمد، هرات دعای امنیت داره. این در شب 27 ماه مبارک رمضان که دور و کم نماز جناب حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری خوندم که 1:15 شد، همه دعا بود، همه عشق ریختن و ناله بود به درگاه الله. تا به این روز ما کدام حوادث در شهر خود حتی بگیم در کشور خود حوادث های نداریم. در حیرات خود بخکل ما با امن و امنیت همی ایگر به خودی پیش کردیم. این جای افتخار هست که جای از برکت دعای همین شب 27 رمضان و در این جمعه بود. موفق باشد خداوند دعای شما و تمامی امت اسلامی را قبول بکنه. تشکر میکنم. در مورد موضوع برنامه ما که دقایق پایانی برنامه هست چی میگویید؟ ما دو موضوع را اشاره کردیم که حرفای آقای روحانی بود. تشکر میخواستم میره بگم که اگر در خانه یک چیزی بیزی شد که همه اگر که دوست پیدا نشد همه دنبال از این میگردیم که او کیست، باید رو جستجو میکنیم. بله. وقتی اگر کسی حامات حاضر شد که من جندم، همه میفهمیم که فلانی جنده. دزدای افغانستان و دزدای کشورها همسایه واضح و آشکارا شد به مردم. خود حسن روحانی یک از دزدا بود و همچنین یکم احمدزیای رفعت هم که او هم یک شاخه از امو دزدا هست. او هم نوکر امو ایران هست، برای مردم واضح و آشکار هست. یک دزد از اینجا در داخل افغانستان که باید دولت افغانستان متوجه باشه، وزارت حج و اوقاف باید متوجه باشه و همچنین حکومت افغانستان و وزارت انرژی و آب افغانستان باید متوجه باشه که کسانی که جوانان ما را در بند سلمه به شهادت میرسانم امینا هستن. کسانی که در بند کمال خان بندای مثلا بند پاشتون میخواهد تیار بشه، اینا پلیس ما اردوی ما جان شهادت مینوشن. پس بفهمین که همون طالبایی که در گوشه و کنار این شهر فعالیت میکنه اینا همه شاخه های ایران هستن. یک بخمش مزدورا هستن دینیان در اینجا طول میگیرم از اینا امنیت بندار مختل میکنم و نمیخوام این آرزوی از اینا هست که بند در افغانستان جور نشه. این آرمان این آرزوی روحانی و او یک دیگه که در رأس هست، اینا باید این آرزوی با گور خود ببرم. بندای افغانستان ساخته میشه، حکومت افغانستان خوب سرپلان های بسیار زیادی داره. اگر ما در علیه حکومت خود ما گاهی وقت انتقاد میکنیم، انتقاد ما برای اصلاحات هست، برای این نیست که ما ضد حکومت خود باشیم، ضد نظام خود باشیم. این شما کور خواندین، اشتباه کردیم. اگر همین حکومت بر سر این جوانهای افغانستان به خصوص جوانهای حوزه غرب که چند بند مربوط به حوزه غرب میشه، اگر از اینا تقاضا بکنن ما آماده جان دادن هستیم در کنار پلیس خود، در کنار اردوی خود. همان طوری که استاد مطیع الله مولوی زاده گفتن که از سارنوری یا خودم نهاد خواسته باشه که علیه دارالعلومای ما قطع علم کنه، متوجه باشیم که ما علیه از اینا قطع علم میکنیم. ما جان خود به طبق اخلاص میگذاریم و از علمای خود، دارالعلومای هرات خود و همچنین از تمام دارالعلومایی که در حوزه طرف هست و در مرکز هست ما دفاع میکنیم. به هیچ عنوان برای از این 4 تا انسانهای از خدا بیخبر و مزدور هستن و خود از اینا غلام یهود و نصارا هستن، امروز چشم از اینا کور شده، بند سلمه خار مغیلان شده برای از اینا. هر روز میبینیم شاهد ناامنی. چند روز پیش ما 10 تا پلیس خور به شهادت دادیم از دست همین انسانهای از خدا بیخبر بود. لعنت خدا و پیامبر بر اینا باد که اینا نمیخوام که در گوشه افغانستان یک آبادی بشه دست دوستی هم دراز نکنه. حکومت افغانستان باید روابط بین المللی خود بودی از این کشورهای منافق صفت قطع کنه. نمیخواهیم و از وقتی که میبینید رئیس جمهور از آشکارا به صفحات تلویزیون خود میه، تا به حال اگر خورتقا میگفتم شاید میگفتیم که امکار میکنه، ولی امروز وقتی که رئیس جمهور میایه همیتون واکنش هم از طرف دولت افغانستان شنید. وزیر انرژی و آب ما
موفق باشه و الله او رو در حفظ امان خود داشته باشه که واقعا کار میکنه توی جای بسیار خوبی داره. آمین. تشکر. سلامت باشید محمد صفی جان امیری. سلام ما را برسانید. تشکر از برنامه خوب شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر. سلامت باشید. تشکر میکنم از مهمانان عزیزی که در این بحث با ما شریک شدن. هر یک استاد محمد محمدی از کابل افغانستان و مولوی مطیع الله مولوی زاده از هرات افغانستان، استاد عبدالرحمن فاتح نیز از هرات افغانستان. تشکر میکنم از بنده هایی که تماس گرفتن و بنده هایی که پشت خط موندن و نمیتونیم تماس هایتان را بگیریم. وقت برنامه پایان رسیده، همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم. الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.